بسم الله الرحمن الرحیم در درس 28 تجوید قرار داریم نظر به تقاضای بعضی از دوستان گفتن که طریقه صحی نماز درکتی را به روش پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کنم و در این درس 28 ما می خواهیم که امیر به شما به صورت خلاص بیان کنم بعضی چیزهایی است که ممکن شما او را متوجه نشده باشین و یا بعضی اشتباهات را دارین و یا ای که بعضی چیزان از نو است ایره شما ببینین و کوشش کنین که در نمازایتان ای را تطبیق کنین ای طریقه روش پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در هر مذهبی که ایره شما بخواین که درکت نماز بخوانین اینمی طریقه است چی در مذهب انفی باشه چی در شافی باشه چی در مالکی باشه چی در حنابله باشه در هر مذهب از اهل سنت جماعت این نماز به طریق روش پیامبر صلی الله علیه وسلم در احادیث ثابت است ما به خاطر از اینکه ایره خلاص شرح کرده باشم ار کدام اتر... در اتر... اتر... جدول نشته کردیم و شماره زدیم و در هر چوکات یک شماره را من اینجا شرح میکنم که چی است و در آخر باز در چوکات ببینیم در آخر دست چپ در آخر ترتیب نماز در رکت نشته کردیم که رکت اول از چوکات یک الا نو و رکت دوم از چوکات سه سی الا سیزده چوکات اول نیت قلبی است ما ضرور نیست که نیت قلب نیت به زبان بگوییم ایت باید نگوییم که نیت کردم میخوانم دو رکات نماز فرض صبح رو آوردم به قبله قبله منجد خانه کعبه شریفه سر جای نماز استاد هستم و میخوانم نماز این این رقم نیت کردن به الفاظ به احادیث ثابت نشده و که نیت قلبی میکنی این نیت قلبی کافی است بدون از ای که توی ای الفاظ رو تکرار کنی و بسم الله میگی و طرف نماز استاد میشی جای نماز که می که سر جای نماز استاد میشی این می خودش قلبا تو میخوای که نماز بخونی داخل نماز که میشیم تکبیر تحریمه میگیم تکبیر تحریمه مطلبش الله اکبر وقتی که ما الله میگیم لفظ الله لفظ جلال است ایره ما پر میخوانیم و اکبر که میگیم را را در آخر باید پر بخوانیم ایره ما قبلا گفتیم در درس گذاشته. گذشته جدول چوکات دو میبینین که دعای استفتاس این اکثر یاد دارن و با بازم اینجا من یک چیزی را برتان اضافه تر میگم که ما میگیم سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک کسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک ایره همگی یاد دارن که سبحانک اللهم و به حمدی که و تبارک اسم که و تعالی که و لا اله غیرک داره بعضی علما در احادیث گفتن که در احادیث صحیح آمده که ارگاه ما پشت ازی بگیم که الله اکبر کبیرا الله اکبر کبیرا الله اکبر کبیرا سه بار ایم, ایم زیاد برکت داره و زیاد عجل و سواب داره و بعد از اون میریم ما تعوض میگیم تعوض یعنی که پناه میبریم به الله متعال اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفث پناه میبرم به الله متعال که شنوا و داناس از شیطان رانده شده از وسواس شیطان از دم و جادوی شیطان و از شعر و شاعری شیطان که شیطان وظیفش وسوسه انداختن جادوگری و بعض کارهای منافقت کردن و نفاق انداختن و نفه مطلبش از شعر و شاعری است که که شعر شاعری شیطان بسیار علاقه بسیار زیاد داره و شعر شاعری را وقتی که موسیقی میندازه موزیک میندازه ای بر ساز و تبدیل میشه که ای خو این شیطان ده ای کار بسیار خوش است ما این زمین کارهای که شیطان خوش است ما پناه میبریم به الله متعال در وقت نماز در چوکات سیم سوره فاتحه را میخوانیم که ما قبلا راجی به سوره فاتحه گفتیم در بعد از چارم یک در چهارم ما یک سوره یا یک چند آیت از قرآن میخوانیم و بعد از او در چوکات پنجم ما میگیم رکوع میکنیم در رکوع اینجا دعایی که ما معمول داریم میگیم که سبحان ربی العظیم سه بار سه بار میگیم و اینجا ما باید در رکوع هم برای خودم باید یک دعا کنیم که او در احادیث ثابت است سبحانک ربنا و به حمدک اللهم اغفر لی که اما پاکی و حمد الله متعال بیان میکنیم و هم می میگیم اللهم اغفر لی یا الله ما رو ببخش اغفرت ما بعد از رکو از بالا میشیم بلند شدن از رکوع میگیم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اینا که گفتیم یعنی اید بسیار زود از رکوع ما بالا میشیم و دفتن به سجده رفته نمیتونیم بخاطر که ما باید این دعا رو بگیم می دعا کم از کم که هیچ وقت نگیره اگر ده ثانیه رو میگیره بسیار ما باید نماز خوشو و خدا بسیار داشته باشیم به خاطر از اینکه خشوع و در نماز یکی از شروطش است و بعد از این ما میریم به سجده اول در سجده که میریم باید متوجه باشیم که دستای ما اول به زمین برسه در سجده جای است که ما علاوه از اینکه به الله متعال پاکیش بیان میکنیم بزرگیش بیان میکنیم باید در سجده ما برای خود هم دعا باید بکنیم برای پدر خود دعا کنیم برای مادر خود دعا کنیم برای والدین خود دعا کنیم برای مؤمنان دعا کنیم و از گناه های گذشته خود که تمامش توبه کردیم باید در اینجا در این استغفار با ما اینجا بگوییم و گناه های گذشته خود توبه بکنیم دوباره تکرار و تکرار مثلا ما این یک گناه قبلا کرده بودیم و ما گفتیم که ما توبه میکنیم مثلا مثلا یک نفر روزه سال پارسال نگرفته او قضاییش هم تشته و کفاریش هم نکده و مشکل هم نداشته پس یه مجبور است که توبه کنه در اینجا باید اما اعمالش یادش بیا و توبه کنه توبه بسیار سخت است اگر اگر جدی بی گرفت و چی را میخوانیم میگیم سبحان ربی الاعلی ما وقت تلفظ حروف کده میتونیم که نوشتهش بدانیم سبحانک ربنا و به حمدک اللهم اغفر لی استغفر الله ربی من کل ذنبي و اتوب الیه ربنا نغفر لي ولي والدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب اینه می چهار دانه اذکار ما میخوانیم سبحان ربی العلا را میتونی که یک دفعه بخوانیم یا سه بار بکنین او کار خودتان است چقدر وقت داره که شما در سجده می هر چقدر که ای اذکار شما زیادتر بگوین بهتر 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 است و میریم از سجده اول بالا میشیم که در, در بین دو سجده می نشینیم به برام جلسه میگن که ای بسیار مهم است ایره علما میگن ای نشستن در بین دو سجده ای واجب است اگر ایره ترک کرده نماز نا تکمیل میشه باید سجده صحبه بکنیم وقتی که ما در بین دو سجده میشینیم چی باید بگیم میگیم که رب اغفرلی رب اغفرلی اللهم اغفرلی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی ارجو رب اغفرلی رب اغفرلی دو بار اون کافی است اگر ای دعای دعای که پنج دیگه است دیگهش نمیگن فرق نداره مطلب باید رب اغفرلی رب اغفرلی رو اغفر باید بگوین بعد از او به سجده دوم میرین و چیزی که در سجده اول کردین به امو اندازه یا یکی از او که ازو زیادتر یا از او کمتر کوشش کنید که سجده ایتان طولانی تر باشه استغفارتان زیادتر باشه میرین و با جدول دعو مسئله میکنیم تشهد است وقتی که ما تشهد میخوانیم ما کوشش کنیم که الفاظ را که از دان ما باید صحیح و از مخارجش برای تلفظش درست باشه و معنایش بفهمیم رقم أتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ای را باید توتا توتا به چار, تو با چار قسمت بخوانیم که ای درود بر محمد صلی الله علیه وسلم است ما وقتی که درود میگیم ما اصلا به الله متعال رجوع میکنیم میگیم اللهم یا الله تو درود بفرست به رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی که تو برکت بفرست مطلب ما است ما راسا با پیامبر صلی الله علیه و سلم مستقیما تماس نمیگیریم هر کاری که داریم اول به الله متعال میریم بعد از الله متعال میگیم که اللهم صلی علی محمد بفرست بر محمد صلی الله علیه و سلم برکت و الله متعال در ایواز برای ما ده درود دوباره برای ما میفرسته که در احادیث ثابت است و ما یه چی رقم میخوانیم وتاتو تباخن غلط نكن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كوشش كنين كي آی بخوانین و تلفظ حروف از مخارجش درست بکنین آله در درسهای گذشته شما الحمدلله مخارج حروف خواندین و بلد هستین در چوکات دوازده ما دعا برای خود میکنیم در دعا برای خود ما باید چی دعا کنیم هر چقدر که دعا برای خود یاد داریم بکنیم او بهتر است و ای نیست که ما تنها یک دعایی که برای ما در کتاب نماز گفته شده بکنیم و خلاص بخیزیم به سلام بگردانیم هر دعای دعایی که شما میکنین بکنین او هیچ مشکلی نداره دو دعایی که در احادیث ثابت است و کوتا کوتاه است و در احادیث خب بسیار دعا است خود تا شمی کوتا کوتا است که مردم ورد زبانش نشستی رو همه هم یاد دارن و این از بهترین دعاست به شما میره که ما میگیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله ما ربتي در دنيا نيكي وما ربتي در اخرت نيكي وما عذاب آتش بعد ذي الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال كي إي دعاء بسيار كي عذاب قبر ما أزش... أز الله متعال پنامي خايم أز عذاب جهنم پنامي خايم أز فتنة م... فتنة كي در دنيا ودر مرق أزي پنامي خايم ای تمام از پناه خواستان است که دعای است که بسیار مهم است بعد از اینکه بعد پشت از میتن که دعای دیگر شما خودتان هم بکنین و بعد از این سلام میگذارین سیز چوکات سیزدهم سلام سلام السلام علیکم و الله طرف راست السلام علیکم و الله طرف چپ اگر برکاتو هم گفتین گفتین نگفتین مشکل نیست و مطلب از نماز خارج شدن از سلام دادن است ما به چوکات زیر یک چیز را گفتیم که ترتیب نماز درکتی در که رکت اول از شماره یک میرین تا الى شماره را و در رکت دوم از شماره سه شروع میکنین تا شماره سیزده را که ترتیب نماز است یک چیز را که ما در نمازهای جماعت متوجه شدیم که بعضی برادران وقتی که در نماز میرن امام وقتی که تسلیم میگه یا سلام میگردانه ام انوز امام دو سلام ختم نکرده که ایام سلام میگردانن این باید متوجه باشین تسلیم که است هر دو طرف سلام در دادن است شما باید انتظار بکنید که ملا طرف راست یا امام طرف راست و طرف چپ سلام خود بگردانه بعد از او باز شما سلامتان بگردانین که در غیر از او ای باز برای بر شما در نماز پیش از امام عمل واقع میشه که متوجه باشی میره امید است که این درس برای شما جالب بوده باشه و معلوماتی بوده باشه و کدام اشتباهی را که شما دارین اشتباهی خود رفع کنین چیزایی که اضافه تر از ما گفتم اینجا او رو اضافه رو یاد بگیرین و کوشش کنین در نماز خوشو و خوضو داشته باشین اینمی رکت نماز را که ما میخوانیم اینمی چیزا را که ما بخوانیم که به طریقه روش پیامبر صلی الله علیه و سلم است دو نماز ما تقریبا پنج دقیقه را میگیره و دیگه خودتان مطمئن باشین که کسایی که به یک دقیقه نماز میخونه یا به دو دقیقه دو رکعت نماز میخونه این نمازشان نماز است که ممکن که درست باشه یا نباشه والله علم دیگه خوشو و خوضو نخواد داشته باشه خاطر که سرعتش بسیار زیاد میباشه دیگه انشالله من درس خودم اینجا خاتمه میتونم پس به درس 29 هم که ما رفتیم بخیر صفات باقی مانده از حروف عربی را ما میخواییم که ختم کنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته